درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین هرچقدر به زمان اعلام به درک واصل شدن خامنه این نزدیکتر میشیم جنگ عرازشه ولایی بیشتر و بیشتر میشه خیلی ها دارن تلاش میکنن تا شرایط انتقال آرام قدرت رو برهم بزنن و با شروع بازی های جدید تلاش میکنن که شرایط رو ملتهب کنن بر اساس سند بی سی 1404 آخرین سالیه که باید افسار قدرت در داخل ایران متمرکز و کنترل بشه و این به جان هم افتادن جریان عقب افتاده نظام یک بازی از پیش تعیین شده است دوستان همانطور که هفتم اکتبر هم گفتم بعد از فلج کردن حماس و محور مقاومت در لبنان و سوریه و عراق نوبت تهران خواهد رسید و این در حالیه که بعد از شکست سنگین جمهوری اسلامی در سیرک انتخابات ترس تمام بدنه نظام رو فرا گرفته از اصلاح طلب تا اصولگرا برخلاف شاخوشانه هایی که برای مردم در صدا و سیما میکشن به شدت ترسیدن و از بدتر هم البته خواهد شد چون در صحبتاشون هیچ حرفی از اقتصاد نمیزنن چون اساسا برنامه ای ندارن و فقط هجاب هجاب میکنن مثلا ببینید که حسین رفیعی چه توییتی زده و نوشته که جامعه آبستن جنگ داخلیه هر یک از این تنش ها و حملات عصبی میتونه منجر به مرگ محصای دیگه بشه و آتش زیر این خاکستر رو ور کنه متاسفانه برخورد فیزیکی تنها راه پیش روی مردم برای مقابله با آزارگران هجابه بله دوستان اونایی که از داخل ایران با باند مافیایی حقوق بشر و پروژه بگیرها و باندی فاندی های خارج از ایران بودن رسما پروژه زن زندگی آزادی فمینیستیشون شکست خورده و این تنها برگ برندشون بود اون بخش مافیای داخل ایران هم که مقابل این بخش مافیای خارج ایران بود آنقدر بین خودشون جنگ و دعوا و اختلاص و فرار کردن دارن که رسما کاری دیگه به کشور ندارن این نبردها نبرد مافیای حقوق بشر داخل و خارج و این نمونه رو که میبینید در اصل الان به نفع مافیای حقوق بشری خارج از ایران تمام خواهد شد چون میخوان پوان نهایی رو برای به رسمیت شناختن این رژیم به آپارتاید جنسیتی به دست بیارن و این یعنی پوان از دست رفته خودشون رو که با رفتن کمیساریای عالی از دست داده بودن زنده میکنن ما در بین جنگ مافیاهای حقوق بشری هستیم و بارها گفتم که سازمان ملل و شرکا و سازمانهای غیر انتفاعی حقوق بشری با مهرهاشون بدترین دشمن ما ملت ایران هستن و خلاصه بگم که اگر مافیای حقوق بشر خارج ایران بتونه پاهم بگیره و پروژه خودشو مثل زامبی زنده کنه؟ سازمان ملل با این گزارش کمیته حقیقت یاب وارد عمل میشن که در مورد این هم بسیار براتون در ویدیوها توضیح دادم جالبه بدونید که تقلیل مشکل ایران به آپارتاد جنسیتی آخرین جمله معصوم قنبلکلا در کنار رضا شاه ما بود و همان لحظه بود که شاه رو از سر میز هم بستگی بلند کرد الان که شاه عضو یونسکو شده احتمال سوء استفاده از آپارتاد جنسی برای فاندخاری کمتر میشه و این موازنه و بالانس در پایان این نشست سازمان ملل و کمیته حقیقتیابه که معلوم خواهد شد الان میشه یک پیشبینی تقریبی و نسبی کرد ولی این موضوع خیلی مهمه به خاطر همین بود که شاهنشاه رضا پهلوی خودش در این مصاحبه شرکت کرد و کس دیگه از خاندان محترم ایشان نیامد چون جنگ به نیمه آخر رسیده و یک نکته دیگه که باید بهش توجه کنیم اینه که مدتها پیش اگر یادتون باشه مطلبی گذاشتم در مورد بلک راک که خواهان بازسازی اوکراین شده و همانطور که میدونین خانسارینیا توی دم و دستگاه این قول سرمایه گذاریه و اون لایهه حقوق بشری محسا اکت رو هم که در موردش براتون ویدیو منتشر کردم همه ای اینا به هم ربط داره یعنی فعلا میخوان یک فشاری به مله بیارن و دهن ما رو با آزادی حجاب ببندن و برای اطمینان شیر گاز و اوکراین رو در اختیار میگیرن تا پوست اندازی در ایران به اروپا فشار نیاره الگوی بلکراک دوستان برای سرمایه گذاریاش مثل هم میمونه این همان نبرد مافیا است که میگم چون نفتی هم اگر یادتون باشه با یک لایحه حقوق بشر وارد شد مثل بقیهشون فعلا استور سازیاشون هم مقدم چینیه چون اینا تیم خودشون رو میخوان جایگزین کنن شاید این هجاب رو هم با یک بند و تبسره به زنان ما بدن جمهوری اسلامی دوستان یک حکومت فاسد و ایدئولوژیکه که به هیچ عنوان درست شو نیست در بهترین حالت برای جلوگیری از سقوط به مردم آزادی های اجتماعی میدن و بعدش به کمک اصلاح طلبا که میگن دیدین این حکومت اصلاح پذیره حداقل ده بیس سال سر ما ملت و شیره میمالن و منافع به کشورمون رو غارت میکنن مقایسه این آخوندا با هر موجود دیگه جز انگل گناه کبیره است تو چنین سیستمی حتی اگر یکی مثل بن سلمان رو هم بیارن بذارن رأس امور یا اونم تبدیلش میکنن به یکی مثل خودشون یا حذفشون میکنن و در همین رابطه یک پیشبینی جنجالی شده در مورد جانشینی خامنه ای که میتوان دو حالت رو در نظر گرفت. گفتن شخصی دیکتاتورتر از او رهبر میشه و یا شخصی سیاست مدارتر از او رهبر میشه که در حالت اول براندازی به قوت خودش باقیه و وضعیت برای جمهوری اسلامی بدتر خواهد شد اما حالت دوم کمی پیچیده تره که من در ادامه میخوام این حالت دوم رو برای شما شرح بدم برای شرح حالت دوم دوستان نیازه که بگم اصلاحات تا پیش از اعلام به درک واصل شدن خامنه ای غیر ممکنه چرا که تنها کسی که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی قدرت اصلاح قانون اساسی رو داره رهبره و همین بدل خامنه ای هم دیکتاتورتر از اونه که بخواد کوچکترین امتیازی به کسی بده ممکنه بپرسید اگر رهبر قدرت اصلاح قانون اساسی رو داره آیا ممکنه که جانشین او تم به اصلاحات بده باید بگم بله ممکنه تعجب نکنید واقعا ممکنه که رهبر آینده تم به اصلاحات بده اما نهایت این اصلاحات به دادن آزادی های اجتماعی ختم خواهد شد و آزادی های اجتماعی بدون داشتن سایر فاکتورهای توسعه میشه چیزی شبیه ونزوئلا هرگز نباید فراموش کرد که جمهوری اسلامی حکومتی فاسد و ایدئولوژیکه که 45 سال پوس اندازی کرده اما هسته آن همیشه یک چیز بوده یعنی مصرف ایران ما برای اهداف ایدئولوژیکش از همین امروز باید در مورد فردای اعلام کردن به درک باسل شدن خامنه ای گفت باید جامعه رو برای فریب بعدی انگلهای اصلاح طلب آماده کرد اگر جانشین او تن به آزادی های اجتماعی بده اصلاح طلبان 20 سال دیگه نیز ما مردم رو فریب میدن و تداوم جمهوری نکبت اسلامی به این مدت از ایران ما دیگه چیزی باقی نخواهد گذاشت به نظرم ما نباید بذاریم این اتفاق بیفته و بعد به فکر درمانش بیفتیم از همین الان باید قشر خاکستری رو در مقابل احتمال نرمش جمهوری اسلامی و دادن آزادی های اجتماعی واکسینه کنیم که دوباره نرم به پرم بغل آخونده ابا شکلاتی و بنفش و زرد قناری و اینکه اعلام به درک واصل شدن خامنه ای و جانشین شدنش براندازی رو قطعا میندازه عقب دوستان مردم رو امیدوار میکنه که شاید اوضاعو و بهتر کرد و معلوم نیست که چند سال به رهبر جدید فرصت بدن کلا یک سری از افراد دیگه همه ما میدونیم که منتظرم به پرم بغل آخون واقعا کاش براندازی قبل از اعلام به درک واصل شدن این خامنه ای انجام بشه با مرگ خامنه ای قبل از براندازی متاسفانه خطر تبدیل رژیم و باند طوله های بابا اکبر از رگ گردن به ما مردم ایران نزدیکتره و زمینه برای فریب دوباره قشر خاکستری شک نکنید که مهیا خواهد شد و این نکته هم قابل توجهه که برنامه جمهوری اسلامی اینه که جانشین خامنه ای رو با ترام بفرست سر میز مذاکره و یه عکس هم با هم بگیرن مشابه رفتار ترام با کیم جونگ اون برای همین بهتره به ترام هم دخیل نبندیم و امیدمون به خودمون باشه چون اگر براندازی انجام نشه بعد از اعلام به درک واصل شدن خامنه ای دار و دسته سعید حجاریان و محسن سازگارا جمهوری اسلامی کتدامنی همان امثال نرگس محمدی و فائزه هاشمی و یک مشت ملی مذهبی کسافت دیگر رو برپا خواهند کرد. میدونید دیگه در چارچوب جمهوری اسلامی سه نفر وجود دارن که بسته به شرایط احتمال داره رهبر بشن. چیزی که مهمه اینه که شرایط چطوره تا بدونن کدوم رو با چه بسته بندی فرو کنن. این ستا شامل رئیسی به عنوان گزینه نظام مشتبا به عنوان گزینه بیت که تقریبا همه ما میدونیم ولی نفر سوم خیلی مهمه که پروژه حسن خمینیه چیزی که جامعه باید خبردار بشه پروژه اصلیه که نه رئیسی و نه مشتبه پروژه اصلاحات حسن خمینی دوستان سال 1403 طبق پیش و پیشگویی ها شاهد اتفاقات عجیب و غریب خواهیم بود که اصلا دور از ذهن نیست حالا شما به من بگید رژیم خمینی کلا از ابتدا تا الان چند نفر مدیر و برنامه ریز و طراح داشته آیا اینا بدون سواد و بدون اینکه زبان بلد باشن چه جوری تونستن 45 سال سر پا بمونن این جدی جدی یه خورده براتون غیر نور. نیست شاید تئوری های ما اشتباهه و اینا فقط وانمود میکنن که احمقن البته بعدش به این فکر میکنم که مثلا اسکوبار سلطان کوکائین جهان با این حجم تجارت بینان مللی مواد اون هم زبان بلد نبوده پس چطوری تجارت میکرده؟ اون وقته که جواب سوال اولم رو میگیرم و میفهمم که این توهم توتعه نیست جناه دموکرات به این آخوندا راهکار ارائه میده به یاد بیارید گفتگوهای ظریف و جنکری که به بیرون درس پیدا کرد که گفته بود چهار سال تحمل کنید ترامپ چهار سال دیگه انتخاب نمیشه که همینطور هم شد از کجا معلوم بقیه مسائل رو هم بهشون یاد ندن نقش سرویس های غربی و شوروی روسی رو فراموش نکنیم همان زن غربی که موقع شورش پنج و هفت همراه گجستک خمینی اومد و تا سالها ایران زندگی کرد رو به یاد بیارین و اون وقته که متوجه میشیم این بی سواد ها عروسک گردان های با سواد خارجی دارن که نمیخوان ایران به قدرتی که پتانسیلش رو داره برسه مثلا این دو تابعیتی های مرموزی که به ایران میان و مثلا گروگان گرفته میشن مانند سیامک نمازی و باغر نمازی و جیسون رزاییان و ده ها نفر دیگه که همگی در رشته های خودشون متخصص هستند و در قالب زندانی به اینا راهکار میدن و بعد از چند سال مثلا معاوضه میشن رو هم به یاد بیارید بله دوستان بازی سیاست جهانیه و تمام این سناریو چیده و اجرا میشه آخوند احمق دوزاری دست های پشت پرده داره که سر پا نگه داشته این احمقا رو نه سرنگونی پهلوی کار این آخوندا بود نه حکومت پنج ساله این آخونده افلیج شورش 57 یا همان انقلاب 57 خودشون امنیتی ترین انقلاب تاریخ بود که در آن دستگاههای اطلاعاتی امنیتی غرب و شرق دست داشتن و مردم ایران رو خرافاتی و مذهبی کردند تا سوار امواج خرافات و ترس و حماقت ما بشن این اقلیت منسجم و ما اکثریت پراکنده جهل عمیق مردم به علاوه پول نفت و گاز که اگر جهل عمیق ما مردم نبود یقینا همان دو سال اول بعد از فتنه 57 می فهمیدیم که وعده های خمینی دروغ بوده با آزادی فعالیت سیاسی احزاب و آزادی های فرهنگی کاملا سرکوب میشه و بعد از آن فهم بود که با خمینی لج میافتادیم و ازش هشت سال در مقابل صدام دفاع نمیکردیم. میدونید شهر در ادبیات و فرهنگ عامه حکایتش طولانی دوستان شر و پلیدی یعنی نیروی شیطانی نه به معنی مذهبی ابلیس و غیره است که پخش و پلاس هر کس بحری ازش داره چیزی مثل حکمت از نگاه من خیر مطلق در جامعه انسانی نداریم اما شر مطلق داریم آخوند و خدمتگزارانش مصداق شر مطلقن و ما صبح تا شب هم از دورویی دروغوی بیشرافتی و جنایات رژیم خمینی و تفکر آخوندی بگیم واقعیت اینه که آخوند سرجاشه و یک صندلی هم در سازمان ملل داره آخوند همه رو فریب میده هیچ دیوی در هیچ داستانی در سراسر تاریخ به کسافت بودن آخونده نمیرسه قدرت فریب این دیو به قدری بالاست که به سختی میشه از حقه و نیرنگش جام به برد روحانی پاکدل آخونده علامه فلان مهربان آخوند مستقل نداریم دنبالش نگردید دیگران گشتند و سرشون به سنگ خورد ببینید که زکریای رازی میگه همه اونایی که از آغاز تاریخ مدعی پیغمبری شدن در بدترین حالت فریبکار بودن و در بهترین حالت تعادل روانی نداشتند و حتی احمد کسروی معتقد بود که بنیاد دستگاه شیعه که توسط ملایان مفتخور در ایران بنا شده بر زورگویی بیشرمی، بدخواهی و مردم آزاری بنا شده و این مردم آزاری از بیخاصیتی اینا نشعت میگیره. اینان نبافندن، نریسندن، نسازندن و نکارنده بیخاصیتی از توده مردم جدایشان کرده و جدایی از مردم اینان رو به طبقه دیگر ستیز و مردم بدل کرده. البته مرحوم نماند و ندید که آن دستگاه وقتی به قدرت سیاسی رسید تبدیل به چه اجده های هفت سری شد جان کلام این که یک سری از دوستان برای من کامنت میذارن که در ویدیوها تو فهاشی میکنی مثلا به این کامنت دقت کنید که چون با احترام نوشته و قابل پخشه میتونم در موردش صحبت کنم این دوست گرامی نوشته که با احترام کاش نقد هاتون بدون فهاشی صورت گیرد اینطوری قابل پذیرشتر خواهد بود زوزه کشیدن دم تکان دادن اوباش مرزها و درسهای خواهر و مادرتان تجزیه طلبان منحوس و غیره آن هم از سوی یک خانم مسلما به اعتبار شما نخواهد افزود طرفداران شما مسلما همچنان به شما کردیت خواهند داد اما اگر برای شما مهمه که افراد بیشتری رو جذب اخبار و عقایدتان کنید مسلما بدون این فهاشی ها اعتبار و جذابیت بیشتری خواهید یافت امیدوارم این انتقاد که به منظور افزایش مخاطبین جدید برای شما صورت میگیره نیز با فهاشی پاسخ داده نشه یه سال دوستان من کجا فهاشی کردم من که همیشه کامنت های شما رو با احترام پاسخ میدم و اگر هم نخوام پاسخ بدم میوت میکنم که نه من ببینم نه بقیه دوستان فقط خودتون ببینید و در ادامه کامنت هم نوشتن چون خیلی از تحلیلاتون خیلی خوب و ارزشمنده اما وقتی با این سطح ادبیات ارائه میشه از اعتبار اون کاسته میشه ببینید دوستان لطفا در این نظر سنجی شرکت کنید و بگید به من آیا از ادبیات استفاده شده در ویدیوهای من ناراحتید یا نه که من تکلیف خودم رو بدونم چرا که من ویدیو منتشر میکنم 100 تا کامنت میگیرم که علنا دارن به این یه سری چیزایی میگن که اصلا تو وجود من نیست حتی یک سری دیگه از مخاطبین گرامی برای من کامنت گذاشتن که تو از پادشاه چرا بوت میسازی میخوام بهشون بگم پادشاه بوت من نیست باور منه شما نمیتونی با این کامنت ها باور منو زیر سوال ببری و اینکه دوستان گرامی و مخاطبین عزیز من به حمایت شما نیاز دارم لطفا اگر دوست دارید این کانال به فعالیت خودش ادامه بده شما هم در معرفی این کانال به دوستانتون کوشا باشید لطفا ویدیوها رو لایک کنید و حتما در این نظرسنجی شرکت کنید و ویدیو رو برای یکی از دوستانتون ارسال کنید مرسی که هستید در انتها ایرج قادری و مرجان در فیلم ژاندارم 1350 رو به یاد بیارید جالبه که طبق قوانین حکومت شیعه زنا کرده بودند، ولی مجوز فعالیت گرفتن ولی محمد علی فردین که مظهر مردانگی و انسانیت بود تا آخر عمرش ممنول کار ماند گلوبالیسم جهانی هدفمند از بعد سال 1357 تاریخ و تمدن ایران رو به اسم دین هدف قرار داده. پاینده ایران جاوید شاه تا عبد. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.